سلام سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. اینجا من کمکت میکنم زبان انگلیسی رو راحت‌تر یاد بگیری. سعید عیسی‌زاده هستم و در خدمتم امروز با یه ویدیو جذاب. قراره 8 تا شاخصه یک زبان آموز موفق رو بهت بگم، 8 تا نکته‌ای که اگه رعایتشون کنی هم بهت خوش میگذره، هم که زبان یاد میگیری. Number 1. Don't be afraid of making mistakes. ببین، حواست باشه، قرار نیستش که شما از همون ابتدا همه مسیر رو درست بری. اصلا نمیشه. عجیبه، واقعا عجیبه، امکانش وجود نداره. آدم دلش میخواد که خب تمریناش همش درست باشه، همه چی سر جاش باشه، ولی از اشتباه کردن نترس. آدم اشتباه میکنه و یاد میگیره. ما که ندید. بعضی از دوستان مثل خود من یه کوچولو کمالگران و دوست دارن از اولین تمرینی که حل میکنن همه چی درست باشه و همه چی صحیح باشه، ولی خب اشتباه جزی از مسیر یادگیریه. Number 2. Do group activities. زبان یه چیز تعاملیه، یه چیزیه که باید با دیگران ارتباط برقرار کنی. پس حواست باشه، باید هر فرصتی که گیر آوردی بتونی با دیگران به انگلیسی تعامل کنی. حالا این فرصت میتونه کلاست باشه، میتونه معلمت باشه، هر فرصتی که گیر آوردی سعی کن توی گروه تعامل کنی. Number 3. Make notes during every class. تو کلاس هایی که شرکت میکنی نوت بردار. ببین، نوت برداشتن هم باعث میشه که تمرکز آدم بیشتر بشه، هم باعث میشه که راحت تر اون مطالب رو به یاد بیاری. پس فراموش نکن نوت بردار. Use a dictionary. بدون دیکشنری امکان نداره موفق باشی. اینو من قول بهت میدم، باید یه دیکشنری خیلی خوب و معتبر انتخاب کنی که انگلیسی به انگلیسی ترجیحاً با اون بری جلو. من خودم از ابتدایی که زبان میخوندم دیکشنری لانگمن رو داشتم، لانگمن کانتمپراری، خیلی راضی بودم. به به حالا اگه اول مسیر هستی میتونی از آکسفورد لرنرز دیکشنری هم استفاده کنی. یا کن آکسفورد لرنر دیکشنریه که برای بچه هایی که تازه شروع کردن زبان انگلیسی بخونن، تازه هم نه، حدودن مثلا دیگه یه چند وقتی شروع کردن و تازه کارن، اینجوری بهتر بگم، اومده لغات رو به ساده ترین شکل ممکن معنی کرده. Number 5. Think in the language that you're learning outside of the classroom. یعنی خارج از کلاس زبانی که داری میخونی فکر کن. اینجوری نباشه که سر کلاس کتابو ببندی و حاجی حاجی مکه مکه. ببین، وقتی که داری تو خیابون رد میشی، به تابلوی مغازه دقت کن. اگه چیزی انگلیسی نوشته، اگه تو بلد نبودی یادش بگیر. من یادم میاد کلمه باربر شاپ رو من از روی یه دونه پیرایشگاه مردانه پیدا کردم، گفتم اینو من بلد نیستم، سرچ کردم دیکشنری و به دایره لغات هم اضافه کردم. مثلا میری سوپرمارکتی یه چیپسی چیزی میبینی که انگلیسی نوشته روش، اونو سریع چک کن تلفظشو، ببین معنیش چی هستن. اینم یکی از شاخصه های زبان آموز خوب. Number 6. Do extra practices. ببین، معلم یه سری تمرین ها بهت میده، ولی اون تمرین ها کافی نیست، باید تمرین های جانبی انجام بدی. نگاه کن، منابع زیاده. خب از خود من اگه بپرسی منابع رو بهت میگم، منابعی که فراتر از کلاسه. سعی کن که پادکست گوش کنی حتما. من یه ویدیو دارم که پادکست معرفی کردم واسه بچه های مقدماتی، هم خوبه اون. بعد سعی کن که متن‌های مختلف بخونی و سعی کن از authentic resource از همون ابتدا استفاده کنی. میدونم سخته، ولی سعی کن کوچولو کوچولو جلو بری. پس یه زبان آموز خوب اونیه که خارج از تکالیفی که تو کتاب داده میشه هم فعالیت کنه. Number 7. Imagine yourself speaking in the language. ببین، نگاه کن، من خودم همیشه خودم رو تصور میکنم که دارم توی سازمان ملل as a president of the United States دارم صحبت میکنم به عنوان رئیس جمهور آمریکا. و شروع میکنم حرف زدن، از این میگم، از اون میگم، کلن هر چی که به ذهنم میاد میگم. خیلی این کمک کننده است. جلو آینه بشین، فکر کن که شما رئیس جمهور آمریکا یا هر شخصی که حالا مهم و سخنرانی میکنه، بعد خودت رو بذار تو اون جایگاه و شروع کن صحبت کردن. در هر موضوعی، غلط و غلوط هم بود اب نداره، صحبت کن فقط. و نکته 8 و نکته آخر، سعی کن که از زبان انگلیسی، از پروسه یاد گرفتن زبان انگلیسی لذت ببری.
حواست باشه قرار نیستش تو یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه اتفاق خاصی بیفته. این رو در نظر بگیر که این پروسه‌ای که شروع کردی یه پروسه زمانبریه و از این مسیر لذت ببر. فیلم نگاه کن، سریال نگاه کن، پادکست گوش کن، آهنگ گوش کن. از این مسیر باید لذت ببری تا بتونی به سرانجامش برسی. هر سوالی داشتین کامنت کنید برام و اینکه حتما این ویدیو رو لایک کن و برای دوستاتم بفرست. حتما کانالم رو سابسکرایب کن چون کلی بهم انرژی میده من بتونم ویدیوهای آینده رو درست کنم. و اینکه خیلی مخلصیم. فعلا.